حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سال 1361 یا 62 در نوروز اون سال سخنی با مردم فرمودند، درباره ظهور و علائم ظهور مطلبی گفتند. من اون مطلب رو به شما هدیه میکنم. اون مطلب اینه که میفرماید این همه دشمنان سعی کردن جوانهای ما رو آلوده کنن، همون جوانهایی که دشمن سعی میکرد اینا رو آلوده کنه الان اومدن شهادت طلب شدن. حالا چند نفر از شهدا، چند نفر شهادت طلب شده بودن؟ همه جوانها که شهادت طلب نشده بودن، نمیدونم بگم 5% اغراق نکردن؟ 5%؟ نه 5% نه بابا، 5% رزمندگان شهادت طلب شده بودن بله، ولی 5% جوانان نه، چون رزمندگانمون هم دنبال انجام تکلیف بودن، خیلی هاشون میگفتن حالا شهادت باشه. اون لحظه آخر که نورانی تر میشدن شهادت رو طلب میکردن بله، اون دیگه عمومی بود، ولی کلن برای شهادت اساساً برن جبهه اینجور نبود. بس سیر تکاملی خودشون یه جایی هم به شهادت میرسیدن. خب حضرت امام فرمودن این که در جوانهای ما تحولی پیش آمده است که شهادت طلب شدن، آمارش هر چقدر بوده شما رو بررسی کن، این از علائم ظهور است. میخوام به امام بگم امام بیا منطقه رو نگاه کنید چه خبر شده. امام این منطقه رو نگاه کن. به بچه های حزب الله لبنان میگفتم آقا جون، بعضی از این رفقایی که دیده بودم مرتبط بودن، نه بچه های حزب الله لبنان، میگفتم شنیدن سوریه زدن جلو، گفت او عراق رو ندیدی چه خبر شده؟ بعد تازه به فهمی اینا چه خبر شده، من میگم یمن همه اینا رو تو جیب خودش میگذاره، قوقایی شده در منطقه. من چی تحلیل کنم؟ شما بگید من چی تحلیل کنم؟ چند نفر جوان شهادت طلب به امام گفته بودن آقا دعا کن ما شهید بشیم، که امام میفرماد این از علائم ظهور است. من این وضع کنونی منطقه رو چی تحلیل بکنم غیر از تحلیل حضرت امام؟ امام این چقدر علائم ظهور است؟ رفتیم مجلس شهید، میخواستیم در سوگ فقدان یک شهید والا مقام به گرامی داشت یاد او بنشینیم، ذهن ما رفت به ظهور. اینا کار همین شهداست. شهدای از این به بعد چرا قربتشون کمتره؟ برای این که دیگه هرچی نزدیک ظهور بشیم قربت کمتر میشه. بله اینجوریه. شهدای الان درس چی دارن به ما میدن؟ درس آمادگی برای ظهور. شک نکنیم. تحلیل امام رو هم هدیه کردم. خدایا ما رو برای ظهور مهدی فاطمه به حق این شهید نورانی عزیز محمد رضا بیضایی آماده بفرمایید.